روز 13 اردیبهشت وزیر بهداشت کابینه رئیسی اعتراف کرد که در حال حاضر نه بودجه و نه پولی هست و در این حال مشکلات بسیار زیادی داریم. در همین حال یک عضو مجلس رژیم هم نسبت به پایین بودن ذخیره استراتژیک دارویی هشدار داده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر یوسف لسانی، داروساز از ایتالیا. آقای لسانی، خیلی ممنون که تونستیم برای این گفتگو بیاییم. با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه. زنده باشین. ابتدا کمی از جزئیات بحران کمبود دارو در ایران برامون بگین. بله، ببینید، به طور کلی مردم ایران در یک حکومت دو سالار آخوندی روزمره از بنیادی ترین نیازمندی های معیشتی، سلامتی و انسانی محرومن و روزمره در آنجا عذابن. این روزا هم که از جمله کمبود دارو و درمان که جان و زندگی میلیون ها انسانو در ایران به خطر میندازه، به خصوص آنهایی که نیازمند به دارو و درمان هستند. موضوع مال الان نیست، توی این 43 سال همیشه وجود داشته که سرچشمه علل و عاملان همه این بحران دارو و درمان به طور کلی در بیت خامنه‌ای و ستاد اجرایی فرمان خمینی و در کل سپاه پاسداران قرار داره که اینا تمام این منابع رو در اختیار خودشون دارن که میان با احتکار و به راه انداختن بازار سیاه از یه طرف مردم رو تا اونجایی که میتونن غارت میکنن، هزینه های بیشتری ازشون دریافت میکنن، از یه طرف دیگه جامعه رو تحت فشار، نگرانی و تشویش میذارن در رابطه با بحرانی که در رابطه با وضعیت درمانی و سلامتی شهروندا به وجود میاد. میدونیم که یک سری از داروها به طور کلی اهمیت حیاتی برای بیمار داره، یعنی اگر به موقع نرسه و با کیفیت بالا به بیمار نرسه، بیمار جانش رو دست میده. بله. در ایران ما گرانی دارو فقط محدود به این داروهای خاص نمیشه، کلیه داروها و لوازم و تجهیزات درمانی رو حتی در بر میگیره. من یه بخوام نقل قول کرده باشم از روزنامه مردم سالار همین چهار اردیبهشت گذشته، اعتراف میکنه که یک بسته قرص مسکن که 1000 تومان یا حتی کمتر بوده الان بیش از 20 یا 30 هزار تومنه. تفاوتش رو ملاحظه میکنید؟ و حتی این روزا شیر خوش برای نوزادان هم گیر نمیاد، تازه اگر بیاد با قیمت بالا باید والدیشون تهیه بکنن. حالا توی کشوری که 75% مردمش رو همین آخوندهای دزد زیر خط فقر برده، خب با چه هزینه‌ای میتونن این داروها رو که بهش نیازمندن تهیه بکنن؟ از طرف دیگه اکثر کارگرای میهن ما استخدام رسمی که نیستن و اینا بیمه ها و خدمات درمانی رایگان که شامل حال اینا نمیشه و به دارو و درمان که احتیاج دارن عمر بر عجیب خودشون بپردازن. از طرف دیگه پاندمی ویروس کرونا هنوز در ایران شکن نشده. همین عین اللهی وزیر بهداشت رژیم در فروردین همین امسال اومد گفتش که ما وارد آغاز موج 8 کرونا شدیم، در صورتی که سازمان بهداشت جهانی دیروز اعلام کرد، یعنی پایان پاندمی ویروس کرونا رو اعلام کرد. وضعیت دارو و بحران درمان انقدر تو ایران شدید شده که حتی خیلی از مقامات رژیم و حتی خیلی از مطبوعاتشون مجبورن بیان اعتراف بکنن. برای نمونه همین عین‌اللهی وزیر بهداشت رژیم اومده در سایت اصل ایران گفته نه بودجه هست نه پول، یعنی گفته بسوزید و بسازید. نه بودجه هست و نه پول. اگر مرد میدان هستید بیایید وسط و کار کنید. 37 هزار میلیارد تومان پول درمان و یارانه دارو هم طلبکاری. یعنی میدونی که به هر حال تمام بیمارستان ها، مراکز درمانی و تمام داروهایی که شامل بیمه میشن اینا باید بودجه بگیرن که بتونن کاراشون رو پوش ببرن. یعنی بودجه هم دیگه بهشون تعلق نمیگیره، ماهاست بهشون داده نشده. از سوی دیگه حسین علی شهریاری نماینده مجلس رژیم میاد اعتراف میکنه ذخیره استراتژیک دارویی بسیار پایینه، با نبود بسیاری از داروها متوجه هستیم. البته همونطور که میدونید همه کشورها به خاطر در رابطه با اهمیت و مصرف
یک سری از داروها اینا ذخایر 3 ماهه 6 ماهه و سالانه دارن که در شرایط اضطراری بتونن از اون استفاده بکنن. این مسئله استراتژیکو که داره میگه یعنی ذخایر دارویی هم داره تموم میشه. اینقدر شرایط بحرانیه. بعد میاد اضافه میکنه که در صورت تداوم بی‌توجهی به وضعیت حوزه دارو، مسائل را به صورت مکتوب خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال خواهیم کرد. در صورتی که همین رهبر معظم ارتجا از کارگردانای اصلی این بحران و مافیای دارو هسته. روزنامه حکومتی اعتماد همین روز 30 فروردین به نقل از بعضی از پزشکان و پرستاران می نویسه که وضعیت نگران کننده بیماران بر اثر کمبود دارو و ناتوان از پرداخت هزینه های دارو و بستری شدگان و بستری شدنشون در مراکز درمانی بسیار بسیار نگران کننده هستش. در صورتی که همین عین‌اللهی وزیر بهداشت رژیم در فروردین سال گذشته و در 14 اردیبهشت سال گذشته گفته بود که قیمت داروها مطلقا گرون نخواهد شد، وضعیت دارو به سالهای قبل بر نخواهد گشت، همین ابراهیم رئیسی شیاط هم تو 4 تیر سال گذشته در تلویزیون خود رژیم اومد گفتش که دارو دیگر گران نخواهد شد. خب من می‌خواستم با هم بنابراین خود مقوله بیماری برای شخص بیمار کلی فشارهای ذهنی و فیزیکی به بار میاره. این کمبودم که کنارش بذاری به عقیده من یک شکنجه عمدی و مستمر روی بیمارای بی‌دفاعی که روزمره انجام میشه. اگه میشه با سایر کشورهای یکم مقایسه کنیم، چون شما هم ازش صحبت کردین، بقیه ما میدونیم که بالاخره این بحران اقتصادی یا تورم کم سابقه تو همه جا الان حاکم به طور خاص کشور اروپایی و آمریکا، ولی چرا اونا در چرخه توزیع و تولید دچار مشکل نیستن؟ علت چیه؟ ببینید کشورهای غربی و کشورهای دموکراتیک مانند همین ایتالیا که من در زندگی میکنم، ابتدا به ساکن حق درمان و تضمین سلامتی شهروندان اساساً یک حق و حقوق به رسمیت شناخته شده هستش که برای حفظ و تضمین اون قوانین مختلفی وجود داره، یعنی قوانین داره براش. بنابراین هر دولتی که سر کار میاد به اون التزام داره و هر سال که بودجه کشور ارزیابی میشه، بودجه برای وزارت کشور و درمان از اولویت‌های اساسی اون کشوره. از طرف دیگه بودجه‌های زیادی در نظر گرفته میشه برای تحقیق، بررسی، کشف بیماری‌ها و داروهای جدید. دستگاه‌ها و تجهیزات درمانی به روز میشن. بنابراین همونجور که شما اگه نگاه بکنید همین آمار سازمان بهداشت جهانی رو که در این طول پاندمی کرونا 1 میلیون کشته شدن، این جان باخت. اگر شما تو این کشورهای دموکراتیک ببینید، تمام کشورهایی که سریع اقدام کردن و داروها و واکسن‌های معتبر رو زودتر استفاده کردن، این آمار رو اگر تو این کشورها ببینید بسیار بسیار پایین‌تر از کشورهایی که دیرتر انجام دادن و اصلا انجام ندادن مثل کشور ما. بنابراین اینجا تو این کشورها دغدغه بیمار فقط اینه که هر چه زودتر خوب بشه بره دنبال زندگیش، دغدغه ای نداره به خاطر اینکه پشت کمبود دارو و بحران‌های درمانی بمونه. خب ما صحبت از ابراز نگرانی برخی مقامات کردیم، آیا اینا الان دلسوز مردم شدن که اعتراض به کمبود دارو میکنه؟ همین الان نقل قولی که از وزیر بهداشت کردین، علت این حرف چیه؟ ببین در نظام ضد بشری آخوندی اهرمای اختناق سرکوب متفاوتن. یکی از اهرمای اختناق و سرکوب همین مافیای دارویی و همین بحرانسازی وضعیت دارو و درمانه که از این استفاده میکنه یک کیسه های خودشونو پرپولتر بکنن، یعنی مردمو بیشتر غارت بکنن. دوم اینکه بیان سد ببندن جلوی فوران اجتماعی در یک جامعه انفجاری ضد رژیم که چیکار بکنن؟ یک روز حتی بخوام حکومت ننگین خودشون رو طولانی تر بکنن. این دقیقا یک اهرم سرکوب و اختناق توی رژیم که انجام میشه. ما یادمون نرفته دوران پاندمی کرونا
که همین خلیفه ارتجا خامنه ای و شیادان همدستش چطور زنان و مردان رو دست دسته به کوره های کرونا میفرستادن و دریغ میکردن درمان از مردم. هدفشون چی بود؟ صد ببندن جلوی قیام های آبان 98 که در آستانه سرنگونی رژیم بودن. نتیجه چی شد؟ قیام های ماهای اخیر ثابت کرد که جوانان شورشگر در کنار کانون های شورشگر قهرمان یک پیام روشن و واضح هم به رژیم هم به تمام دنیا دادن، سرنگونی تام و تمام این رژیم و استقرار یک حاکمیت دموکراتیک، اگر بخوام بهتر بگم یک جمهوری دموکراتیک که اساساً این مسائل اصلش برای همیشه از بین خواهد رفت. با سپاس از شما دکتر یوسف لسانی، داروساز از ایتالیا، از اینکه دعوتمون رو پذیرفتیم برای این گفتگو اومدیم. خیلی ممنون. تشکر از شما با وقتی که به من دادید. درود بر شما.